شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری در برنامه دیگر از تریبون کارگری با رفقا خسرو روکانی و بهروز خباز هستم. سلام بر تو خسرو عزیز. خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما و کلی همکاران گرامیتون و همچنین رفیق عزیزم بهروز خباز و درود میفرستم به بینندگان برنامه های تلویزیون برابری. دوره بسیار بسیار سختی رو مردمان ایران، کارگران و زحمتکشان می‌گذرونن. دوره کرونا، دوره قربانیان بیشماری که روزانه به صف میشن و دیگر تعداد پاسخگو و تصویرگر موقعیت مردمان ایران در قبال این ویروس و در قبال سیاست‌های ناکارآمد، فاجعه‌بار و پرتناقض حکومتیان نیست. در این حال غارت‌ها و فجایع سیاسی اقتصادی حکومت اسلامی صفی بزرگی از گرسنگان و بیکاران و بیچیزان، خانه خراب‌ها، مال باختگان رو در کشور ما به صف کشیده و در کنارش کاخهای بزرگ و کاخهایی که روزانه از نامهاشون از برخی از صفحات مجازی افشا میشه و شهرکهای بهشت ساختهی که رهبران حکومتی و نیروهای امنیتی خصولتی در اون جاری هم زندگی میکنن. در این حال در این سیاست هاست که قربانیان بخش عظیمشون کارگران هستن اعتراضات خودشون رو در دوره های کنونی در واقع ادامه میدن. این مبارزه علارغم شرایط کرونایی، دوره‌ای که فاصله های اجتماعی اصلی ترین راه بقاست، واسطه شلاق گرسنگی بسیاران رو به خیابان کشوند. 88 روز اعتصاب کارگران هفت تپه و اعتصاب کارگران نفت و گاز، اعتصابات و اعتراضات در بسیاری از صنایع و در واقع بین معلمان، بازنشسته ها و همه و همه نشانگر اینه که شلاق گرسنگی نیرومندتر از شلاق کرونا بر جان و زندگی مردمان ما نواخته میشه. ارزیابیتون از این 80 روز، 88 روز از اعتصاب کارگران هفت تپه چیه؟ چرا که کارگران هفت تپه صداشون رو همه جهان ما شنیدن. اونها به پایتخت شهر شوش رو به پایتخت اعتصابات در واقع تبدیل کردن. اما اینک صداهای متناقضی از این شهر شنیده میشه و ارزیابی ها ناشی از نگرانی های بسیاری از این اعتصابه. ارزیابی شما از این قضایا چه هست و مطالبه کارگران هفت تپه چه بود که اینگونه اونها رو در مقابل شلاق گرسنگی، مرگ و کرونا به خیابان کشوند و اینگونه پرتداوم ادامه داشت؟ ببین، برای ارزیابی دقیق از اوضاعی که در هفت تپه در جریان، ما لاجرم نیازمندیم که اوضاع احوال و بستری رو که این اعتصابات و مبارزات در این شکل گرفت مورد توجه قرار بدیم. واقعیت هم اینه که همچون که شما به درستی اشاره کردیم، در این شرایط سخت کرونایی، در این شرایطی که درجه حرارت بیش از 50 درجه سانتیگراد بود و کارگرها واقعا خانواده‌هاشون به ویژه بچه های کوچکشون زجر میکشیدند و از اینکه در زیر این آفتاب سوزان و این گرمای وحشتناک بیان خواسته و مطالباتشون رو مطرح کنن، بدون شک نشان دهنده
عمق آزار و اذیت و فقر و فلاکتی بود که در وجودشون نهفته بود. واقعیت اینه که خصوصی سازی و به ویژه مدیریت خانوادگی اسد بیگی ها و رستمی بلایایی سر این مجتمع تولیدی آورده که واقعا به همین راحتی و طی یک مصاحبه و تو جملاتی واقعا بیان نمیشه. اختلاس بسیار عمیقی که در این کارخانه انجام گرفته، علارغم این که متکی بوده به وام های میلیارد دلاری و این از صندوق و از زیب کل طبقه کارگر ایران به این جریان اختصاص یافته، ولی مشخصا کارگران هفت‌تپه رو که گاهن سابقه 20 و حتی 30 ساله کار با حتی به طور خانوادگی و موروثی در این کارخانه و در این مجتمع تولیدی رو داشتند، هدف قرار داده بود و وام های کلان 1,500,000,000 دلاری که کارفرمای این شرکت از تسهیلاتی که دریافت کرد از بانک ها، حالا جدا از پروسه واگذاری این شرکت که پروسه کاملا اختلاس آمیز و کاملا محرمانه و مخفیانه در واقع و در خدمت عوامل رژیم و راندخاران بوده، شما اطلاع دارین که این مستمع عظیم تولیدی با بیش از 24,000 هکتار زمین به قیمت به چیزی حدود 280-290 میلیارد تومان به این کارفرما واگذار شد که نهایتاً بخش بسیار اندکی از این مبلغ به صورت نقد واریز شد. بقیه ته اقساط 10 ساله که هنوز اقساطون به پایان نرسیده و در آخرین قسطمون در سال 1404 در واقع باید پرداخت بشه و این در حالیه که در همون 2 سال بعد از واگذاری این شرکت کارفرمای شرکت تونست با چیزی حدود 190 میلیارد تومان از محل درآمد شرکت تا حدود زیادی حتی سرمایه اولی خودشو به دست بیاره و به استثمار بیشتر طبقه کارگر در این مجتمع تولیدی ادامه بده. دستمزدهای کارگران گاهن چندین ماه به تعویق انداخته شده. فعالین کارگری که در اعتراض به وضعیت موجود از سال 84 به این سو اومدن اعتراض کردن، بارها مورد دستگیری، شکنجه، بازجویی و حکم زندان قرار گرفتن و به طور کلی خانواده های کارگری در این مجموعه از دست شگرت ها، ترفند ها و استثمار شدیدی که کارفرمای جدید برای شرکت حاکم کرده بود واقعا به تنگ اومده بودند. در اثر این شرایط بود که کارگران هفت‌تپه طی دوره‌های متفاوت اعتراضات شکوهمندی رو به راه انداختن و ارزیابی من شخصا فکر می‌کنم که در طی این 88 روزی که اعتصابات کارگران در هفت‌تپه در اشکال مختلف کوچیک و بزرگ خودش ادامه داشته تا کنون، علارغم این که به خواستهای اصلیشون از جمله لغو خصوصی سازی و خلع ید از کارفرمای شرکت هنوز دسترسی پیدا نکرده، علارغم این که دیوان محاسبات کشور مجبور شد ورود کرد به قضیه و حتی فرمان به اصطلاح لغو مالکیت شرکت رو اعلام کرده به ستادهای اجرایی و یا کارگران به مثلا افزایش دستمزدها یا به بازگرداندن کارگران اخراجی و خواستهای دیگرشون هنوز به طور کامل نرسیدند، ولی واقعیت اینه که بازتاب مبارزات درخشان کارگران هفت‌تپه به نظر میرسه که تأثیرات بدون غیر قابل انکاری بر دیگر بخش‌های جنبش طبقه کارگر در ایران بر جای گذاشته. مبارزات فداکارانه، مبارزات شجاعانه کارگران هفت‌تپه تا حد زیادی تونسته فضای سیاسی جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار بده. کارگران در این اعتصابات واقعا درس ها و تجارب بسیار ارزشمندی به اصطلاح کسب کردند و علارغم این که گفته میشه که در مثلا 71 روزه یا 72 روزگی اعتصابات این اعتصابات به پایان رسیده و یا همین امروز که 89 روزمون هستش ادامه داره، این در واقع به نظر میسه که چیزی از حقیقت ماجرا کم نمی کنه. حقیقت ماجرا اینه که کارگران هفت‌تپه تا
تمکین نکردن به شرایط بسیار شدید استثمارگرانه ای که از ناحیه کارفرما برایشون حاکم شده بود. حالا فرق نمیکنه که 70 روز این جریان ادامه داشته باشه یا همین حالا که 89 روزشه و فردا وارد 90 روز خود خواهد شد ادامه داره یا نه. اصل قضیه اینه که کارگران هفت‌تپه با درایت خودشون، با مدیریتشون، با جسارتشون، با همبستگی طبقاتیشون تونستن در این مدت دستگاه حاکم و متوزی قضیه کنن، تونستن افکار عمومی جهانیان رو همچنان که شما هم گفتین به سوی جنبش پرشکوه خودشون جلب کنن، تونستن تجارب بیشتری از مبارزاتشون به اصطلاح به دست بیارن و حتی به نظر من شروع مبارزات کارگران نفت و پتروشیمی ها و گاز بخشی میتونه متأثر از مقاومت، فداکاری و جنبش پرشور و پرشکوهش هفت‌تپه باشه و تأثیر گرفته از این جنبش درخشان باشه. در نتیجه من فکر میکنم که به لحاظ خواستهای عملی و خواستهای مشخص و کنکرتی که کارگران هفت‌تپه مطرح کرده بودن، حالا علارغم این که در سیستم حاکم، به نظر من در سیستمی که تار و پود اون و مناسبات نئولیبرالی اقتصادی تشکیل داده، عملا رسیدن به این گونه خواستها شاید خیلی محتمل نباشه، به ویژه خصوصی سازی ها که به عنوان یکی از ارکان اصلی استثمار از سوی سیستم نئولیبرالی اقتصادی اعمال میشه به همین راحتی لغو نمیشه. علارغم این که کارگران هفت‌تپه در این زمینه هم واقعا به دستاوردهای بزرگی نائل شدند، ولی با وجود تمامی اینها، یعنی هیچ کدام از ناکامی ها، از اختلافات، از کمبودهایی که در پروسه مبارزات کارگران هفت‌تپه طی 3 ماه گذشته دیده میشه، به نظر من به اندازه سر سوزنی از شکوه، از افتخارات این مبارزات، از دستاوردهایی که این کارگران و این مستمد در پروسه مبارزاتش کسب کرده کم نمی کنه و به نظر میرسه که این مبارزات قطعا ادامه دار خواهد بود و حتی در صورتی که مبارزات کارگران هفت‌تپه به قول بعضیا به حالت تعلیق هم در اومده باشه، این مبارزات مجددا سر بر خواهد آورد، ادامه خواهد داشت و به نظر من کارگران هفت‌تپه با تجاربی که در این عرصه کسب کردند بدون شک در آینده موفقیت های بیشتری رو به دست خواهند آورد. ممنون. برو جان، ارزیابی شما چیه؟ با سلام به تو باز. ارزیابی شما از در واقع این اعتصاب و اعتراض چیه؟ فکر می‌کنید چه ویژگی های دیگری رو میشه برشمرد در جنبشی که در واقع نزدیک 3 ماه ادامه داشته بعد از در این دوره کرونایی و گرمای فاجعه باری که در واقع در خوزستان بود و علارغم او در کنار تاکتیک حکومت، محاکمه اسدبگی، محاکمه‌ای که علنی بود، محاکمه‌ای که نمایندگان کارگری رو هم پذیرفت که صداشون رو شنیده بشه، علارغم و پذیرفتن که چه حرفای کارگران چقدر در واقع حقیقت داره در مورد اسدبگی، فقط مسئله اختلاس 1.5 میلیارد دلار یا یورویی نیست، بلکه در کلیت کارش بر غلط بودن و فاسد بودن روند این خصوصی ها هم چه در واقع تاکید کردن. شما فکر می‌کنید چه ویژگی های دیگری داشت؟ سلام علی دواوندی عزیز و سلام عرض می‌کنم به رفیق عزیزم خسرو بوکانی عزیز. من دوستان از اعتراضات هفت‌تپه 15 سال میگذره، یعنی بخشی از اعتراضات هفت‌تپه قبل از 94 برمیگرده که خصوصی نبود، دولتی بود. اون موقعی که دولتی بود سال 84-85 اینها کارگران شعار کارگرای هفت‌تپه این بود که کارگر هفت‌تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم. این زمان مالکیت دولتی بود. به اعتراض داشتم به حقوق معوقه‌شون به مدت مثلا 3 ماه یا بیشتر. بعد چیزهای مختلف را امتحان میکردن. اول که اومدن بس نشستن، تو تحسن کردن
داخل کارخانه، بعد جلوی اماکن مختلف، استانداری، فرمانداری این کار کردن. یه جاده اندیمش اهواز رو بستن دورهایی و این موارد رو داریم میگیم. نقش زنان رو و همسران این رفقا رو ما به هیچ وجه نمیتونیم نادیده بگیریم. جایی که اومدن اون حرکت اعتراضی که واداش شد فرار کنه رئیس حراست، سازمانده اون حرکت ها زنان بودن. در این تاریخ مبارزات هفت تپه وجود داره. خود فعالین قدیمی هفت تپه میتونن به این نگاه کنن و بگن که درسته این زنان بودن در مسیر مبارزات ما، همکاران ما بودن در کنار ما، همکاران زن، و همینک انرژی بخش همین اعتصاب خانواده ها، کودکان، زنانی هستن که در هفت تپه شاغل هستن همسرانشون. اون موقع اعتراض دیگری که داشتن کارگرا، اعتراض به فروش اراضی 12,000 هکتار اراضی هفت تپه به فروش رفته بود توسط همین دولت وقت و این مورد اعتراض کارگرا بود. اون موقع کارگرا سه چهار تا خواسته مشخص داشتن. یکی پرداخت حقوقای معوقه به مدت 3 ماه بود، پایان دادن به پرونده سازی های دروغین، پایان دادن احضار فعالین کارگری به دادگاه بود، برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بود، برکناری رئیس حفاظت بود و ایجاد سندیکای کارگری بود. سندیکای کارگری در اردیبهشت قبل از این، بعد از اینکه 2500 تا امضا جمع شد از بین کارگرها که ما خواهان تشکل مستقلمون و سندیکامون هستیم، که در 1353 تأسیس شده بود و الان ما میخوایم بازگشایی کنیم. سال 87 این سندیکا به قدرت و نیروی کارگران بازگشایی شد، اردیبهشت 87. خب من فکر میکنم که وقتی که میایم جلوتر در رابطه با میرسیم به بعد از 94، از سال 94 که تحت رانت حکومتی در واقع بخشیده شد به نازلترین قیمت، بخشیده شد به امید اسد بگیری و دوستانش و خانوادش. خب اینجا کارگرا شکل دیگه‌ای پیدا کرد حرکت‌هاشون و حادتر و رادیکالتر شد تا اینکه ما میرسیم به سال 97 که نقطه عطف مبارزات کارگران هفت تپه هست. شعارهای مشخصی در رابطه با سازمانیابی مطرح میشه، مجمع نمایندگان مستقل هفت تپه درست میشه، انتخابات صورت میگیره، شعار نانکار آزادی داره شورایی گفته میشه، سر داده میشه و همینطور بعدش دستگیری های اسماعیل بخشی و بازداشتی های هفت تپه که سپیده قلیان و عسل محمدی و دیگران جزش بودن 19 نفر. خب این ادامه داره و در مسیرش میخوره به خیزش آبان 98. همه هم میدونیم که خیزش آبان 98 حاصل اعتراض و هزینه دادن بیش از 1500 کشته در این خیزش بود و اقشار تحت جامعه، کارگران، معلمان، زحمتکشان، حاشیه نشینان، شهرها در اون شرکت داشتن. در پرتو همین بود که اعتراضات کارگری هم رادیکالتر شد، نه تنها در هفت تپه، در هیپکو هم، آذراب هم و جای دیگه. من فکر میکنم که در این دوره اعتصابات هفت تپه بر بستر مادی قرار گرفت و شروع شد با فراز و فرودهایی. در جاهای این اعتصاب بسیار وزن کارگری بالا رفت، فضای افکار عمومی فضای خواسته های کارگران بود. در جایی خب حکومت، اتاق فکر حکومت جمع‌بندی کرد و شروع به بعد از دستگیری ها و غیره اومد
اون طراحی سوخته و اینا اومده وارد جریان سازی در این حرکت شد. تا حدودی موفق بود، ولی خب ما تا دیروز 88مین روز اعتصاب رو دیدیم، عکساش و خبرش اومده بود بیرون. من امروز نه عکس دیدم نه خبری دیدم. به قول رفیق خسرو، من به نظرم فارغ از اینکه این اعتصاب به قول سندیکای نیشکر هفت‌تپه در 71مین روز پایان پیدا کرده یا تعلیق شده، یا به قول دیگر عزیزانی که میگن که اعتصاب ادامه داشته و داره و اسماعیل بخشی در کنار در بلاز معنوی چون حضور فیزیکی نداشته و اینو ما اینو میدونیم حامی معنوی این اعتصاب بود و ادامه دار بودن اعتصاب رو اون ما دیدیم که شنیدیم که تایید شد. وقتی که شرایط به این گونه شد، دولت وارد این ماجرا شد، دولت ناچار شد بیاد نماینده‌هاش بفرسته هفت‌تپه. یک موردی هم من در چند جای دیگه هم گفتم دوستان، سوال مهم اینه که در رابطه با محاکمات هفت‌تپه آیا اعتراضات کارگران و ارائه اسنادی که صورت گرفت به قوه قضاییه، اگر اینا نبود قوه قضاییه رئیسی سرجلاد رژیم آیا وادار میشدن که اینا رو محاکمه کنن؟ نه، من فکر میکنم که چرا که خود اونها در خانوادهشون، دوستانشون، مقامهای بالای حکومتی در این اختلاسهای میلیاردی همشون دست داره، نه در هفت‌تپه، در چند جای دیگر. اکنون که ما به این نقطه رسیدیم، هفت‌تپه حامل تجربیات درخشان کارگریه. هفت‌تپه در عرصه سازمانیابی الگوی مبارزاتی شد برای کارگران. هفت‌تپه در واقع وحدت و همبستگی متحدانشون الگو شد برای کارگران. در طولانی بودن این اعتصاب فراز و فرودهایی داشت و خب ما خیلی از ما نگران این وضعیت بودیم، اما در شرایط فعلی در حوزه خواست لغو خصوصی‌سازی دولت ناچار شده، یه سری دیگه ناچار شدن که به مسئله تعاونی فکر کنن که این تشکیل بشه، این تعاونی. اینجا کجدار و مریض ما میشتویم. اما دوستان، فارغ از اینکه این به صورت سهام به یک تعاونی واگذار بشه یا به هر صورتی در بیاد فرجام این دوره از اعتراضات، ما قطب نمای من، ما فعالین کارگری فکر کنم این باید باشه که همون سال 97 اسماعیل بخشی گفت از صفر تا صد تغییر تحول در هفت‌تپه با نظارت و نظر کارگران باید صورت بگیره، نظر نمایندگان مستقل کارگری باید صورت بگیره و نه دیگران منظور شورای اسلامی و غیره و غیره. من فکر میکنم همین رو بتونیم، همین قطب نما رو حفظ کنیم، ما در آینده حتی این اعتصاب اعلام بشه که تمام شده، دستاورداش چی بود؟ بوده این میشه به جنبندی دستن، ولی ابتدا به ساکن همین مسئله رو باید در هفت‌تپه پی گرفت و بگیم که کارگران باید نظارت داشته باشن در تغییر تحولات آینده هفت‌تپه. ممنون. توی این ارزیابی که در واقع هست، یعنی بعد از 80 روز یا نزدیک به 3 ماه اعتصاب کارگران، ما شاهد نگرش های متفاوتی به خود مسئله اعتصاب هستیم. یعنی خود این اعتصاب با اعتصابی که در سال 97 اتفاق افتاد شرایط بسیار متفاوتی هست. شرایط سال 97 شرایط کرونایی نبود، خانواده ها و مردم شهر میتونستن بیان توی تظاهرات کارگری شرکت کنن. مسئله فاصله های اجتماعی مسئله نبود که در واقع بتونه حفظ بشه. مردم باید همه با هم می اومدن و شرکت می کردن و همراهی و هم نواییشون رو با کارگران
هفت‌تپه اعلام کردن، خانواده ها اومدن، زنانی رو ما دیدیم که اومدن بالای سکو و از حقوق کارگران دفاع کردن و از اداره شورایی گفتن، از فساد حاکم گفتن، از موقعیت وحشتناک همین گرسنگی جمعی عمومی گفتن و از اینکه یک شهر داره نابود میشه گفتن، که همه قربانی این داد و ستدهای حکومتی هست. علارغم اینکه نظر کارگران اسنادشون برای دادگاه ها میتونه استفاده بشه، ولی واقعیت اینه که این جنگ دزدانه، جنگ دزدانه که دزدان همدیگر رو سر میبرن. حالا دستگاه قضایی از آقای لاریجانی افتاده دست جناح دیگری که جناح به اصطلاح آیت الله قاتله، که این آیت الله قاتل از آیت الله قبلی داره، قاتل قبلی داره یه جور دیگری با قضایا برخورد میکنه و نیرو جلب میکنن. شما تو این دوره ما شاهد نه فقط سیاست قولهای مکرر بودیم که مسائلتون رو حل میکنیم، مجلس بهتون در واقع بیاین تو مجلس حرفاتون رو بزنید ما پیگیری میکنیم، دستگاه قضایی پیگیری میکنه اسد بیگی رو و همدستانش رو محاکمه میکنه فلان اینا، در این حال ما شاهد حضور قالیباف و رئیس به اصطلاح چیز امنیت ملی و اینها بودیم با لباسهای سنتی و اومدن اصلا گفتن که همه شما حق دارید، بیابی، بیکاری، همه چیز رو حل میکنیم، شما فقط حساب نکنید. ارزیابی شما از این تاکتیک های حکومتی تو این دوره چیه که بعد آدم بتونه ارزیابی کنه ببینه جنبش کارگری در این روال باید چی کار بود؟ خسرو جان ببینید، واقعیت اینه که کل این مبارزات و ما اگه در یک چارچوب و در یک به اصطلاح تابلوی در واقع کشاکش طبقاتی بخوایم نگاه کنیم، واقعیت اینه که طرفین قضیه دارن از نهایت زور و توانشون استفاده میکنن جهت برتری و غلبه بر طرف مقابلشون. جمهوری اسلامی جدا از ماشین سرکوبش، حاکمیت به طور کلی، حاکمیت سرمایه‌داری جدا از ماشین سرکوبش، به لحاظ این که مسئله خصوصی سازی و به طور کلی استثمار طبقه کارگر و بهره‌وری بیشتر از نیروی کار و ارزش افزوده و به طور کلی انباشت سرمایه به عنوان یکی از فاکتورهای حیاتی ادامه سیستمش مطرحه، در نتیجه با چنگ و دندان داره سعی میکنه که امیال خودشو بر طبقه کارگر ایران تحمیل کنه. در طرف مقابل قضیه هم طبقه کارگر علارغم این که از ابزارهای قدرتمند و مناسبی بهرمند نیست، ولی همین که از اتحاد طبقاتیش و به ویژه مثلا نمونه هایی مثل هفت تپه رو که ما مشاهده میکنیم، حالا من بعدا اشاره میکنم که تعدادی از دوستان یا بالاخره افکار عمومی شاید یه مقدار طبقاتمون نسبتا بالاتر از حد معمول باشه و ظرفیت ها و به طور کلی دستاورت ها و موفقیت هایی رو که این پدیده اجتماعی تا حالا تونسته واسه خودش تأمین کنه کم ارزش بدونیم، در حالی که میشه به یعنی ساعت ها در ارتباط با دستاورت های بسیار گرانبهای تشکیلاتی، معنوی، سیاسی و حتی مادی مبارزه کارگران هفت تپه اشاره کرد. در هر حال منظورم اینه که سیستم حاکم جهت صیانت از روند استثمار طبقه کارگر خب به تمامی ابزارهای خودش متوسل میشه، از جمله همین تشکل‌های خودساختش، تشکل‌های مزدور و وابسته به خودش که بتونه مسیر مبارزات طبقه کارگر رو به بیراهه ببره، بتونه توقعات طبقه کارگر رو از زندگی، از معیشت، از به طور کلی ادامه حیاتش پایین تر بیاره تا سودهای افسانه‌ای و زندگی انگلی رو تعداد قلیلی از سرمایه‌داران از در واقع اطرافیان خودش تأمین کنه. منتها در این پروسه به نظر میرسه که موفق نبوده. اگه ما بخوایم به اوضاع عمومی جامعه ایران اشاره کنیم، واقعیت هم اینه که مبارزات به نظر من طبقه کارگری که تا کنون تونسته بسیاری از
ترفندهای حاکمیت سرمایه‌داری رو با شکست مواجه کنه. ببینید این یه مسئله واقعا ساده ای نیستش که درجه استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی به حدی میرسه که مجبور بشه که سناریوهای طراحی سوخته رو اجرا کنه. همین سناریوی طراحی سوخته و اعمال فشار بر زندانیان کارگری، بر فعالین و رهبران کارگری، شاید مثلا فکر کنه پیش خودش که موفقیت‌های رو واسش برمغان آورده، ولی در واقعیت هم باعث آبروریزی بیشتر سیستم حاکم در نزد افکار عمومی جهان شد. اینی که جنبش عظیم هفت تپه تونسته با مبارزات خودش حتی مسئله به اصطلاح راندخاری، مسئله فساد مالی شرکت هفت تپه، کارفرمای شرکت که اینا مجبور شدن دادگاه براش برگزار کنن، نه سر دلسوزی، نه سر عدالت خواهی، نه سر در واقع دنبال حقیقت رفتن مقامات رژیم و دستگاه فاسد قضایی رژیم، بلکه از سر استیصال، از سر ناتوانی و در واقع فشاری بود که مبارزه طبقه کارگر بهشون تحمیل کرد. اینا مجبور شدن بیان این پرونده به اصطلاح زخیم و طولانی رو باز کنن و میلیاردها دلاری رو که کارفرمای شرکت به اختلاس کرده و به جیب زده، اینا رو بیارن مجدداً مطرح کنن. میخوام بگم که مبارزات کارگران هفت تپه طوری نبوده که تعدادی، حالا بالاخره همچنان که خدمتون عرض کردم، بر اثر بالا بودن توقعات ما فکر میکنیم که مثلا این 5-6 مورد خواسته و مطالباتی که طبقه کارگر در هفت تپه اعلام کرده، در صورتی که اینا همشون کنکرت و به طور میدانی به اصطلاح عملی بشن، کارگران موفق شدن. در حالی که اصلا توجه نمی کنیم که بابا کسی مثل آیا اسماعیل بخشی اوائل ورودش به مبارزات طبقه کارگر در هفت تپه کجا مسئله اداره شورایی جامعه رو مطرح می کرد. بالاخره علی‌رغم تمامی فداکاری ها، جانفشانی ها، زحماتی که متقبل شدن اسماعیل بخشی و دیگران، خب معلوم بود که در ابتدای کار خواسته و مطالباتشون کوچکتر بود، نحوه پیگیریشون، نحوه سازماندهیشون، سازمانیابیشون در محوت هفت تپه ابتدایی تر بود، ولی این به مرور و به قول معروف اعتصابو که مدرسه مبارزه میدونن، در جریان اعتصابا، در جریان مبارزات بود که ایده اداره شورایی جامعه نه تنها در هفت تپه، بلکه نظارت بر دولت مردان، نظارت کلام بر کل اجرا، به اصطلاح اداره جامعه توسط کارگران، این دیگه ایده نیست، یعنی کم دستاوردی نیستش که طبقه کارگران مطرح کرده. و یا به طور کلی نوع سازمان، نوع تشکلهایی که طبقه کارگر ته این مبارزات بهش دسترسی پیدا کرده واقعا قابل ستایش و ارزشمندن. متاسفانه علارغم اختلافاتی که به ویژه در مقاطع پایانی اعتصاب کارگران هفت تپه ادهی هم سعی میکنن که بزرگ نماییش کنن، به نظر من این اختلافات و احیانا مواردی که مطرح شده کاملا طبیعی هستن، اختلافاتی نیستن که بشه به اصطلاح باعث عقیم موندن خواسته و مطالبات طبقه کارگر در هفت تپه بشه. به نظر من فعال دلسوز کارگری، رهبر کارگری و به طور کلی انسان‌های آزاد، انسان‌های سوسیالیست، کمونیستا در ارزیابی مبارزات کارگران هفت تپه و به ویژه با مشاهده یک سری از مشکلاتی که در این مرکز بین کارگران به وجود اومده، دیگه نباید مسئله اختلافات رو بیشتر علم کنن. اینی که اعتصابات زودتر تموم شده، دیرتر تموم شده، یا به خواستاش رسیده، یا اصلا مثلا طرح این که طبقه کارگر به لحاظ این که مثلا خصوصی سازی عملا امکان پذیر نیست و یا اداره خود هفت تپه توسط کارگران ممکن نیست و در واقع کنترل کارگری ممکن نیست، بر این اساس پناه میبرن به مثلا دولت واسه لغو خصوصی سازی، مطلقاً از این ناحیه و از این منظر ناشی نمیشه که طبقه کارگر توهمی داره نسبت به حاکمیت سرمایه داری، بلکه از این منظر این مورد به اصطلاح میتونه ارزیابی قرار بشه که بگیره که طبقه کارگر در شرایط کنونی فقر، فلاکت عمومی و اینکه دستمزدش چندین ماه به تعویق میفته، حداقل میخواد یه رژیم سرمایه داری به اصطلاح
معلوم و مشخص رو در مقابل خودش ببینه، نه شرکت های پیمانی که جوابگوش نیستن. و این سیستم علی رغم تمامی خصوصیات استثمارگرانش موظف باشه که دستمزدهای کارگران رو به موقع و سر وقت خودش پرداخت کنه، وگرنه این نشان دهنده توهم طبقه کارگر به این قضیه نیست و یا حتی به تعاونی کردن تولید در مراکزی نظیر هفت تپه. حالا من یه بحث کلی تره، علارغم این که هفت تپه واقعا بدهکاره، به یکی از شرکت‌های میشه گفت ورشکسته تبدیل شده، ولی این بخشن نه حاصل عدم توانایی نیروی کار، نه حاصل عدم مشارکت طبقه کارگر در پروسه تولید. حتی ما شاهد بودیم در جریان همین اعتصاب در مواقعی که نیها نیاز به آبیاری داشتن، خب کارگران به علت احساس مسئولیتی که نسبت به تولید، به درآمد و تأمین معیشت خودشون داشتن، حتی در ایام اعتصاب هم از آبیاری کردن مزارع خودداری نمی کردن. این نشانه اوج احساس مسئولیت اعتصابیون و طبقه کارگر و نحوه مدیریت اعتصابو داشت. ولی منظورم اینه که با علارغم بدهکار بودن شرکت، علارغم این که در واقع ابزارهای اداره و به اصطلاح کنترل کارگری در این گونه مراکز واقعا دست کارگران نیستش، منتها طبقه کارگر یعنی اساس این مسئله برمیگرده به رانت و رشوه خواری و اختلاس و تظلماتی که کارفرمای این شرکت این مدت اخیر اعمال کرده. وگرنه واقعیت اینه که در صورتی که این گونه مراکز واقعا بدهی هاشون رو دوش کارگران رو دست کارگران نیفته، مثلا همین حالا هفت تپه با چیزی حدود 2 میلیارد دلار بدهی و تسهیلاتی که باید به بانک ها پرداخت کنه مواجه هستش، یعنی یکی از مشکلات جدی و عمده این مرکز تولیدی همین مسئله هستش. یکی دیگه از مشکلاتش اینه که سیستم خودش آمدانه موانعی رو در جهت خودمدیریتی و در جهت اداره و کنترل کارگری این شرکت داره اعمال میکنه، از جمله ترخیص کالا، از جمله واردات موادی که مورد نیازشونه، از جمله تعرفه های سنگینی که براشون میبند. وگرنه طبقه کارگر در صورت خودمدیریتی، در صورت کنترل کارگری، با توجه به اینکه بسیاری از منافع کارفرما و سرمایه‌دار حذف میشه از به اصطلاح مرکز تولیدی، بدون شک در همین شرکت‌های ورشکسته هم در صورتی که این موانع برداشته بشه بسیار داهیانه‌تر، بسیار مدبرتر، بسیار عادلانه‌تر است. در واقع بقیه سیستم‌ها میتونه کنترل کنه، میتونه درآمد زایی کافی هم داشته باشه، میتونه سطح دستمزدها رو چندین برابر از وضعیتی که هست بالاتر ببره. ولی خب معلومه که این خواسته در صورتی که سراسری بشه، در صورتی که مراکز تولیدی کشور هماهنگ بتونن به این خواسته دسترسی پیدا کنن، به نظر میسه که میتونه موفقیت آمیز باشه. میخوام اینو بگم که در واقع نطفه همین طرح همین خواسته، علارغم این که در شرایط کنونی هم عملا امکان پذیر نباشه، ولی یکی از پیشرفت‌های طبقه کارگر در هفت تپه هستش که پیشرفت کوچیکی هم نیست اتفاقا. و یا طرح خواسته و مطالبات بسیار دیگه، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، از جمله بازگشت به کار کارگران اخراجی و تمامی اینا به اصطلاح خواستهایی هستن که طبقه کارگر ایران در هفت تپه با فداکاری خودش تونسته اینا رو بروز کنه، تونسته اینا رو مطرح کنه، تونسته اینا رو تا حد زیادی بالاخره در آستانه مورد قبول قرار گرفتن قرار بده. اینا کم دستاوردهایی نیستش که مبارزات طبقه کارگر در هفت تپه به اونا نائل شده. من خلاصه کنم، به نظر میرسه که در شرایط کنونی بخشی از وظایف جدی کارگران آگاه، فعالین کارگری سوسیالیست، مبارزه با دخالتگری بسیار منفی و شدید دستگاه‌های دولتی، از خود عوامل قوه قضایی رژیم، از خانه کارگر و شوراهای اسلامی گرفته تا محور مقاومت و جریاناتی که به این شکل مطرح میشه و هدفشون معلومه که به بیراه بردن مبارزات طبقه کارگر استش، در هفت تپه اقدام بشه و به نظر من یکی از وظایف عاجل در شرایط کنونی این مسئله و در جوار این مسئله مبارزه با دیدگاه رفورمیستی و تقلیل خواستا و مطالبات طبقه کارگر
در این مرکز تولیدی هستش. بهروز جان، در مجموع یعنی اگه با ارزیابی که رفیقمون خسرو مطرح کرد، یکی این که مسئله خصوصی‌سازی ها، آزادی حتی زندانیان سیاسی، خصوصا آزادی کارگران اخراجی و کارگران زندانی و هواداران جنبش کارگری از زندان ها، بازگشت به کارشون و اداره شورایی به یک خواست عمومی، یعنی خواست سراسری که از طریق تغییر توازن طبقاتی توی کشور میتونه ممکن بشه، در این حال این خواستا به روز شدن، این خواستا یک از دستاوردهای بزرگ این جنبش بود که اینجا در واقع خواست بسیاری از جنبش‌های کارگری، جنبش‌های متعدد اجتماعی و خصوصا جنبش کارگری رو این جنبش نمایندگی کرد، این حرکت. در این حال رفیق خسرو به درستی به حرکت‌های حکومت اسلامی تو این دوره اشاره کرد. خصوصا ما تو دو برنامه‌های مختلف تلویزیون کارگری به چند نکته اشاره کردیم. یکی اون جریان دار دسته‌ای که با یک سری حرکت‌های افراطی اومدن و می‌خواستن جنبش کارگری رو همونجا در نطفه خفه کنن، مثل رضا رخشان نمیدن. یه کسانی بودن که می‌خواستن که در واقع از طریق قوه قضاییه قضایا حل بشه، راحت کنن. یه جریاناتی در واقع از طریق وارد کردن حکومت و دلبستن به وعده‌های اونها می‌خواستن قضایا رو حل کنن. ولی جنبش کارگری هفت تپه و اعتصابش حرکت خودش رو در سویه دیگری ادامه داد و این سویه مستقل، این سویه بازتاب خواستهای عمومی طبقه کارگر به یک نقطه تبدیل شد که چه میشه الان بهش گفته این آینه جنبش کارگری ماست که میتونیم بر پرچم، عنوان پرچم خودمون نگرش داریم. ارزیابی شما از این قضیه چه هست؟ بله ببینید، من یه توضیح لازمه، چون یه برنامه قبلی تریبون کارگری بحث کردیم راجع به مسئله مطالبه خصوصی سازی، مطالبه لغو خصوصی سازی. به نظر من با هر برداشتی که دوستانی این صحبت‌ها رو کردن، ولی من نظرم اینه که هفت‌تپه پرچم‌داره مهمترین مطالبات کارگری تمام شمول در صورت سراسری رو، از جمله مسئله لغو خصوصی سازی. بیشتر در رو بیشتر ملاحظه من در ارتباط با حرکت سازمان دهندگان این حرکت این بود که میشه این تقسیم کرد این خواسته ها رو در موقعیت های مناسب، یکی رو برجسته تر کرد، یکی رو در واقع به شیوهی که خودشون مطرح میکنن مطرح بکنن. مسئله خصوصی سازی یک مسئله کلان کشوریه، خواست کارگرای هفت‌تپه، خواست عمده کارگران در حوزه های مختلف، واحد های صنعتی تولیدی متوسط و بزرگ در ارتباط با لغو خصوصی سازی. این خواسته کارگری امروز جنبش کارگری ایران هست، مهم هستش. من صحبتم این بود که باید بر اساس توان و ظرفیت خودمون به خواسته ها بپردازیم. در وقتی در مطالبات در جلسات شرکت میکنیم این رو مد نظر قرار بدیم. بحث خصوصی سازی رو، لغو خصوصی سازی رو من ازش دفاع میکنم، و چون مسئله فقط هفت‌تپه نیست، به نظر من باید هم ازش دفاع کرد. یه چیزی که در هفت‌تپه دستاورد مبارزات کارگر هفت‌تپه است، وجود نمایندگان مستقل کارگریه، وجود کار شوراییه. ما برای پیشینه این اعتراضات وقتی که دیدیم مثلا در 20 شامگاه 25 دی، وقتی که دی 96 به اسماعیل بخشی سوء قصدی صورت گرفت، یه ده افراد نقابدار اومدن با قمو و قداره بهش حمله کردن، و بعد وقتی که در 27 آبان 97 حمله میشه و سپیده قلیان و
سپیده رو به همراه دیگران میگیرن که معروف شدن به بازداشتی های هفت‌تپه، در واقع سویه‌ای که اینها همه نشون میده، سویه‌ای که هفت‌تپه نشون داده از خودش، همون سویه استقلال نمایندگان کارگری از دولت و کارفرما بوده. من فکر کنم در کنار اون مسئله مجمع نمایندگان مستقل که الان یکی از مطالبات همین کارگرای هفت تپه است، توجه بکنیم این هم در حوزه سازمانیابی و پیشبرد اعتراضات یک دستاورد دیگریه. هفت تپه شد از خیلی جهات، هم از طریق رهبران مستقل کارگریش، هم از طریق ارتقای کیفی درون این مبارزات، شد الگوی مبارزاتی کارگران در سراسر ایران. و این در تاریخ جنبش کارگری چه ما بخوایم چه نخوایم ثبت شده. مسئله ای که هفت‌تپه میتونن کارگر نمایندگان مستقل هفت‌تپه بعد از تمام شدن اعتصابات بیان به یک جمع‌بندی از این نشون بدن از خودشون و ارائه بدن، بسیار خوبه که این جمع‌بندی ها هم از طرف فعالین کارگری صورت بگیره، هم از طرف خود این بچه ها. اما اون چیزی که در واقع در این دوره از مبارزات هفت تپه ما متاسفانه شاهد بودیم، ایجاد انشقاق در درون این مبارزات بود و جریان سازی حکومتی بود، جریان سازی که پیش از این دست زده بود به در رابطه با سندیکای شرکت واحد، رفته بود سندیکای جعلی درست کرده بود، اسامی آدمایی که اون سندیکا رو درست کردن اعلام شد مشخصا. کجاست اون سندیکای جعلی؟ دولت که سرمایه گذاری کرده بود نتونستن. در هفت‌تپه ترفندهای مختلفی صورت گرفت از طرف عوامل امنیتی، عوامل شناخته و ناشناخته حکومتی، اما تمامین و خونسا شد. امروز ما هفت‌تپه این اعتصاب در هر شرایطی که باشه به فرجام برسه، من به عنوان یک اعتصاب شکست خورده اینو ارزیابی نخواهم کرد هیچ وقت، برای اینکه دارم میبینم به عنوان مثال چه دستاوردهایی داشتن در عرصه‌های مختلف. اونها محاکمه اسدبگی و 22 نفر دیگه از مدیران اختلاس کرد دستاورد کارگرای هفت‌تپه بود. هیچ حکومتی از نوع جمهوری اسلامی حاضر نمیشد تن به این محاکمات بده. اینا جنگ جناحی دارن در بین خودشون، اما در رابطه با کارگرا حواسشون جمعه. اونا ابدا نمیخواستن کارگرا یک چنین پیروزی به دست بیارن که الان داره اسدبگی دیگه به قول خودشون اهلیتش دیگه زیر سوال رفته و دارن سراسیمه، دارن یک کارهای دیگه انجام میدن که بتونن پاسخگوی مردم شوش و کارگرای هفت‌تپه باشن. بنابراین من فکر میکنم که این اعتراضات هفت‌تپه با تمام اون فراز و فرودی که داشته میشه تکیگاه مهمی در عرصه سازمانیابی کارگری ازش نام برد و تأثیرات این حرکت رو در هم در سال 97 هم بعد از اون ما در جاهای دیگه شاهد بودیم. گفتمان شورایی رو شاهد بودیم، کلید خورد در هفت‌تپه و بعد از اون در فولاد و اهواز. به نظر من امروز این چیزی که برجسته است در جنبش کارگری ایران از نظر من و دیگر فعالینش، نگاه رادیکال کارگران هفت‌تپه در ارتباط با سازمانیابی شوراییه و این رو نمیشه کتمان کرد. در حیات مبارزاتی هفت‌تپه یک دوره سندیکای هفت‌تپه اومده درخشیده، سرکوب شده، نمایندگانش یا به هر حال به هر دلیلی امروز نیستن یا در تحت تعقیب یا تحت نظر هستن. ما به کسایی که به هفت‌تپه کمک کردن، خدمت کردن، سازماندهی هفت‌تپه رو در سالهای قبل و بعد از سندیکای هفت‌تپه در نظر داشتن درود میفرستیم. به درود میفرستیم به رهبرش، یکی از رهبران شاخص
این حرکت ها اسرائیل بخشی که درخشید در طول اون به عنوان یکی از رهبران کارگری در طول این مبارزات، به در زمانی که بعد از خلاصی از زندان نامه اسرائیل بخشی به وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات که بیا با هم مناظره کنیم که شکنجه در زندانهای شما وجود داره، طراحی سوخته و رسوایی حکومت، ما کجا میتونستیم یه همچین چیزی رو ببینیم قبل از این مبارزات؟ در هفت تپه وادار کرد دولت رو به حرکت‌های نسنجیده، به تصمیمات نسنجیده که خودش در عیان شد، دستش رو شد نزد کارگران هفت تپه. به نظر من این به یادگار مونده، این مبارزات کارگران هفت تپه. امیدواریم مسیر جنبشی و کارگرای اعتصابی نفت و پتروشیمی خبرهای بهتری بشنویم در حوزه کار رسانه. من نامه‌ای که دیدم از در این رابطه، نامه‌ای که به خامنه‌ای نوشته شده بود و دیگران، نامه به نظر من خوبی نبود. این نمیتونه صدای کارگران پروژه‌ای باشه. کارگران پروژه‌ای بارها اعتصاب کردن، خواسته‌هاشون رو پیش از این مطرح کردن. خواست کارگران در واقع مرزبندی با فعالین خودشون نیست، فعالین مستقل خودشون نیست، با گرایشات مختلف. کارگران همیشه در هر جایی در کنار رهبران خودشون بودن، به خاطرشون اعتصاب کردن، به خاطر تو همین دولت روحانی این صورت گرفته. من یکی نمیتونم قبول کنم که کارگران این نگاه یک نگاه کارگریه و تبعات نگاه کارگران اعتصابیه در واحدهای تولیدی نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها. ما در واقع میتونیم منتظر باشیم به خبرهای بهتری در رابطه با این اعتصاب، اما ناگفته پیداست که اعتصاب سراسری کارگرای نفت، پتروشیمی، گاز و نیروگاه‌ها ورق جدیدی در مبارزات، در تاریخ مبارزات جنبش کارگری گشود و اون یک اعتصاب سراسری و در واقع در شرایطی این اعتصاب صورت گرفت که بسیار بسیار پراکنده بودن. ده ها شهر در این اعتصاب حضور داشتن کارگراشون و بیش از 38 واحد تولیدی مشارکت داشتن. من فکر میکنم که ما در شرایطی که به سر میبریم، ما شاهد ارتقای کیفی جنبش کارگری هستیم در مبارزاتش. این ارتقای کیفی میتونه به یک سازمانیابی وسیع شورایی منجر بشه. خواهیم دید، ببینیم که این مسیر چگونه طی میکنه با رهبران مستقل کارگری خودش. عنوان سوال آخر، زمان لطف کنید. خسرو جان، شعار ما کارگران هفت تپه ایم، ما فرزند کارگرانیم، در همه جا شنیده شد. هفت تپه بود که این شعار رو عمومی کرد. به عنوان یک هوادار جنبش کارگری، هوادار جنبش کارگری که در همه این جهان ما پراکنده هستیم، به عنوان طبیبیان، مهاجران، به عنوان مردمی که در شهرهای مختلف ایران هستیم، به عنوان کسانی که در اون مبارزه مستقیما شرکت نداریم اما اون مبارزه در واقع رهبران، به قول همون مثل دوره انقلاب، کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما رو بیان میکنه، فکر میکنید چه باید بکنیم؟ کوتاه، ممنون میشم. بسیار عالی. ببینید، به نظر میرسه که در شرایط کنونی برخلاف مگوهایی که این اواخر در هفت تپه پیدا شد، به نظر من این از نقاط قوت هفت تپه هستش که نه تنها دو تا کانال تلگرامی، سه تا مثلا رسانه اجتماعی دیگه، بلکه ده ها مورد از اینا رو داشته باشه، ولی به شرط اینکه با هم هماهنگ باشن، با هم بتونن هماهنگ باشن، با هم دیگه مطالباتشون و خواستاشون و سازمانیابی و کارگری عموماً در این جهت حرکت کنن. به نظر میرسه که هر
کارگر شرافتمندی، هر فعال کارگری و هر دغدغه‌مند جنبش کارگری قبل از اینکه به کوچک و بزرگ اختلافات بیاندیشه، باید نهایتاً در مواجهه با دشمن طبقاتیمون سعی کنه که کمکی باشه، سعی کنه که به اصطلاح وسیله‌ای باشه در جهت ارتقاء مبارزه طبقاتی در ایران، ارتقاء مبارزه طبقه کارگر ایران. به نظر من همین که این تشکل‌ها و این رهبران و این فعالین کارگری بتونن زنجیره از ارتباطات سراسری رو با همدیگه تشکیل بدن، این میتونه یکی از خلاهای کنونی جنبش کارگری ایران رو پر کنه و این خیلی مهمه. کانالیزه کردن خواست‌ها و مطالبات، شما خودتون اطلاع دارین، رفیق بهروز هم گفتش که اتفاقا لغو خصوصی سازی هایی که از مهمترین خواست‌ها و مطالبات کل طبقه کارگری ایران هستش، خواست‌های مشابه این خواسته و طرح اونها و مطرح کردنش در سطح وسیع‌تر میتونه به سمبولی، به نهادی، به پرچم جنبش کارگری تبدیل بشه و کارگران بیشتری رو حول این خواسته و مطالباتش دور خودش جمع کنه، قدرت و توان مبارزه جنبش طبقه کارگر رو افزایش بده. به نظر من ما به غیر از دشمنان طبقاتیمون در مساف روزانمون، در مبارزات روزانمون، طبقه کارگر ایران به غیر از دشمنان طبقاتیش، بقیه با هم طبقه هاش، حالا با دیدگاه های متفاوت، باید با صدر بیشتر، با روحیه همبستگی بیشتر، تعاون و همکاری بیشتر برخورد کنه و اینا میتونن در شرایط کنونی طبقه کارگر و گام های اساسی به پیش هدایت کنن. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، موفق باشین. سپاس رو بروز جان. شما خبرهای خوبی میرسه، احتمالا دوستان دیگه هم شنیدن اینکه در جنبش کارگری ایران داره به وفور داره در واحدهای بزرگ و متوسط صنعتی کمیته هایی درست داره میشه، شبکه هایی درست داره میشه. کمیته های کارخونه پیش از این بودن، اما امروزه ما میشنویم که کمیته های آموزش در حوزه آموزش سازماندهی درست شدن، کمیته های در حوزه ارتقاء آگاهی طبقاتی همکاران درست شدن در کارخانجات مختلف، صندوق های در جهت سازمان یابی گروه های مختلف ورزشی و همبستگی کارگری درست شدن. اینها به وفور امروز در جنبش کارگری در دل این اعتراضات هستند. تقسیم کاری که صورت گرفته در بینشون واقعا زیباست. کسایی که دوستانی که مدرس کمیته های همین کمیته ها هستن و تدریس میکنن مسائل کارگری رو، مباحث نظری کارگری رو در این کمیته ها، اینا خبرهای بسیار خوبیه که امیدواریم که شبکه های درون جنبش کارگری بیش از این متولد بشن و ما بیش از پیش شاهد تربیت کادرهای کارگری و رهبران کارگری باشیم. من بسیار خوشبین هستم به آینده جنبش کارگری ایران. اطمینان دارم که این سازمانیابی شورایی در مسیر خودش میتونه جلوه های درخشانتری از خودش در جاهای دیگه این جنبش نشون بده از خودش، ضمن این که هممون، من خودم، به گرایشات مختلف در درون جنبش کارگری، چه گرایشی شورایی و سندیکای، احترام قائلم. به دوستان سندیکای واحد احترام قائلم. ما باید این رو متوجه باشیم که همبستگی قطب نمای ما همبستگی سراسری کارگریمون باشه. ما ممکنه با این یا آن فرد موافق به اون صورت نباشه، اما اگه قطب نما اون رو مشخص کنیم، جایگاهمون رو مشخص کنیم، میتونیم تا آخر رفیقانه در کنار، نه در فراز یک حرکتی، در کنار این حرکت ها قرار بگیریم و براشون آرزوی پیروزی کنیم. جنبش کارگری جنبش زندگیه و جنبش زندگی باید بذاره که گلهاش در رنگ های متفاوتی در واقع
پرورش پیدا بکنه، بشکفه و ما این شکفتگی رو توی این جنبش ها میبینیم. جنبش کارگران هفت تپه، رهبران و شیوه ها و اشکال متعدد مبارزاتی رو متولد کرد، تکرار کرد و امروز با اعتصاب کارگران نفت و گاز و اعتصابات مختلف شاهد این همنوایی جنبش هستیم. امیدوارم این همنوایی ادامه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و هماهنگی رو نه فقط نه در یک زبان شدن، بلکه در زبانی مشترک پیدا کنیم که زبان مبارزه علیه سرمایه‌داری، مبارزه برای آزادی، برابری و زندگی مشترکیه که همه رفاه همگان ممکن باشه و آزادی ممکن تر. درود بر شما رفقای عزیزم خسرو بکانی و بهروز خباز برای شرکت در تریبون کارگری نفت. خسته نباشید. خیلی درود.